أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سوره مبارک احزاب در مدینه نازل شد. سوره هایی که در مدینه نازل می شد برخلاف سوره های مکی عناصر محوری خاص خود را داشت. در سوره مکی عناصر محوری بحث اصول دین بود، یعنی توحید، وحی، نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق بود. اما در مدینه عناصر محوریش غیر از اون مسائل اعتقادی، مسائل حکومت و سیاست و مسائل نظامی و اقتصادی از یک سو و فقهی و حقوقی از سوی دیگر، تشکیل حکومت اسلامی، تأسیس نظام اسلامی، تأسیس یک ارتش اسلامی، تأسیس پایگاه اقتصاد اسلامی، اینا تو سور مدینه مطرح بود. در تلیعه این سوره با یا ایها النبی وجود مبارک پیغمبر را مخاطب قرار داد، چون در صدد تأسیس حکومت و نظام اسلامی بود و فضای مدینه هم یه فضای آشوبی بود، زیرا برخی از مسلمان ها نظیر سلمان و ابوذر اینها جزء اوحدی از اسلام بودند، برخی ها جزء مسلمان های ضعیف الایمان بودند، برخی ها جزء مرجفون بودند و بعضی ها هم جزء منافقین. کفار خارج مدینه هم با این منافقین از یک سو با مرجفین از سوی دیگر بی ارتباط نبودند. منافقین بخش از اینها همون یهودی های بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع بودن، برخی هم جز همین داخلی مدینه بودن. مرجفون افرادی بودن که یا به صورت خبرنگار بودن یا خبررسان بودن، اینا اراجیف پخش میکردن. تو همین سوره مبارکه احزاب از مرجفون یاد شده است. مرجف کسی است که گزارش رجفه‌ای دارد. رجفه یعنی لرزه. خبری که صادق باشد، صدق باشد، یه پایگاه دارد، دیگه تکذیب نمی‌شود. اما خبری که صدق نباشد، پایگاه نداشته باشد، لرزان است. این گونه از اخبار بی پایه و بی اساس را میگن رجفه‌دار، که جمع اینها میشه اراجیف. مرجفون که در مدینه بودن گزارشگران این گونه از اخبار لرزدار بودن که جامعه را نارام میکرد. اون که این حرف نزده بود مسترب میشود، مبهوس میشود. بهتان را بهتان میگن برای اینکه این کسی که کاری نکرده، حرفی نزده، چیزی به اون نسبت میدن، این مبهوس میشه، از این جهت میشه بهتان. اون افراد امنیت روانشون از دست میدن. جامعه هم که میبیند پشت سر هم یک کسی که خبری میدهد، دیگری تکذیب میکند، دیگه نمیتواند به کسی اعتماد بکند. اینا کسانی هم که جز مرجفونند. از اینها در سوره مبارک احزاب یاد شده است که اینها باید از نقل اراجیف دست بردارند. افراد ضعیف ایمان را تقویت کردن که قوی ایمان بشوند. پنج بار در این سوره مبارکه احزاب یا ایها النبی آمده، یا ایها النبی، یا ایها النبی، یا ایها النبی، برای اهمیت مسئله است. گاهی برای مسائل نظامی است، گاهی برای مسائل خانوادگی است که تلیعه مطلب های دیگه است. یه مسائل خانوادگی صادر و ذات اقدسی را به صورت یا ایها النبی ذکر نمی کند. این مسائل خانوادگی که بعدها میتواند منشه بسیاری از خطرات و ناامنی باشد ذکر میکنند. وقتی به رسول خدا میفرماید
به همسرانت بگو، یا مستقیم به همسران حضرت خطاب میکنه یا نسی النبی لست نکرد من النساء یا قرن فی بیوت کنه. این نشون میداد که از این بیت یه خطری بالاخره دامنگیر جامعه خواهد شد، چه اینکه از همین بیت خطر جنگ جمل پیش آمده است. همون زن های پیامبر، شما تو خوناتون بشینید، بیرون نیایید، امنیت جامعه رو هم نزنید. خب این نشون میداد که یه آینده خطرناک این خانواده رو تهدید میشه. پس یا ایها النبی 5 بار تکرار شد، یا نساء النبی ذکر شد، یا ایها الذین آمنوا چند بار ذکر شد. برای اینکه تأسیس حکومت، تشکیل حکومت کار آسانی نیست. دشمنهایی که به نام کفار و منافقینن هم در تلیعه این سوره مطرح شدن. اونا از یه طرفی صف کشیدن، اینا هم از طرفی در داخل اونا رو حمایت میکنن. لذا با یا ایها النبی این سوره شروع شد. مطلب دیگر این است که ما در ادبیات فارسی یک کسی رو میخوام خطاب بکنیم بگه آی فرون کس، اما در عربی گاه میگن یا رجل، گاه میگن یا ایها الرجل. اونجا گفتن یا رجل با یه ندای صرف است، اما اونجا گفتن یا ایها الرجل، یا برای تنبه اوست که از غفلت به در بیاد، یا برای تذکر اوست که مطلب خیلی حساس و مهمه. یا ایها النبی ناظر به مسائل حساس و مهم ذکر شود. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله برای حرمت وجود مبارک پیغمبر و دعوت جامعه اسلامی به حفظ ادب در پیشگاه و نظرت هرگز اون حضرت را به اسم صدا نکرده. این جزء خصائص رسول خدا بود. از آدم تا عیسی علیه السلام خدا اینها را با اسم صدا میکند، یا آدم، یا نوح، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، اینا با اسم مخاطب میشوند. اما در هیچ جای قرآن از ذات اقدس اله نقلش نشده است که وجود برای پیامبر اسم اون حضرت رو برد. همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول. اونجا که اسم حضرت رو میبرد نظیر آیه 144 سوره مبارک آل عمران دارد که به ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول. و همچنین در سوره مبارکه فتح آیه پایانی سوره مبارکه فتح یعنی آیه 29 برای آن است که به جامعه بفهماند وجود مبارکه اون حضرت سمتی دارد به نام رسالت به نبوت. شما از او به عنوان رسول الله، نبی الله یاد کنید، نه به اسم او او را صدا بزنید. بنابراین خود ذات اقدس اله هرگز حضرت را اونطوری که با انبیا سخن گفته است سخن نگفته که او رو به اسم صدا بزنند بگد یا فلان. همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول است. این دو جا که در سوره مبارکه آل عمران و سوره فتح نام حضرت را میبرد برای اینکه به مردم بفهماند که او رسول خداست و از اون حضرت به عنوان رسالت یاد کنید. در بخش دیگری هم فرمود به اینکه وجود مبارک حضرت پدر کسی نیست، خیلی خاتم النبیین است. این اجلال و تکریم نشون میداد که ما هم موظفیم درباره حضرت با این تعبیرات مؤدبانه سخن بگوییم، یا ایها النبی، یا ایها الرسول بمانند. این که فرمود یا ایها النبی اتق الله، با اینکه خود حضرت عالی ترین درجه تقوا را داشت، یا برای دعوت به ادامه تقواست کما ذهب الیه بعض، یا نه رعایت اون مرحله عالیه تقواست کما ذهب الیه آخرون. یعنی تو یه کار مهم می‌داری، این کار مهم با تقوای عادی حل نمی شود، این کار مهم با اون قله تقوا حل می شود. برای این تو جنگ در پیش داری، جنگ ها رو علیه تحمیل میکنن، عده از اصحاب تو رو شهید میکنن، تو هم ناچاری دفاع بکنی. سخن از خونریزی، سخن از اسیر دادن است، سخن از اسیر گرفتن است. این کارهای مهم با تقوای عادی حل نمیشه، با قله تقوا باید این مشکلات حل کنی. عزیزترین بستگانت رو شهید میکنن، با اسیر ادیرم اسیر میکنن، شما از اونهای داری میکشی، از اون هم اسیر میگیرید.
باید مواظب باشید. مطلب دیگه اینه که شما یه دینی دارید، هم برای آرامش داخلی حجاز خوبه، هم برای منطقه خوبه که با نصارای نجدان هم سال نجدان سخن میگویی، اونا رو به مباهل دعوت میکنی، هم یه دین جهانی داری که در آیه 8 سوره مبارکه منتهی است که با کفار زندگی مسالمت آمیز داشته باشی. اون کفاری که با شما کاری ندارن، نه در تحریم، نه در فشار اقتصادی، نه در تبعید، هیچ سهمی ندارن، یه زندگی معتدل با شما داشتن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، با اینها با مدارا رفتار کنید، بلکه عادلانه رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین که زیر این آیه است، همین آیه هم در قانون اساسی ما هست. کفاری که با ما بد نکردن، با ما بد نمی کنن، کاری هم با ما ندارن، خب ما یه رابطه عادلانه با نداریم. این پیامبر اگر بخواهد با روش عادی با جامعه برخورد کند کار سختی است. این باید قله تقوا را داشته باشه. خب میبینید وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از یک طرف، اسماعیل سلام الله علیه از طرف، این دو پیامبر بزرگوار کعبه را ساختن. چه زمینی شما بالاتر از کعبه دارید؟ محبت وحی الهی است، محبت فرشته هاست. این شده بتکده، همه بت‌ها را آوردن اونجا گذاشتن. یک بار وجود مبارک پیامبر دهن باز نکرد که بینا فحش بگه، بین بت‌ها بد بگه، همون کاری ساخته نیز از این بت‌ها. خب شما اگر بخواهید آرام زندگی کنید، از اون طرف تکفیری نداشته باشید، از این طرف کشتار بیرحمانی در میانبار و بنگلادش و پاکستان و افغانستان در شرق و عراق در غرب ما نداشته باشید، باید این راه پیغمبر را حفظ کنید. انسان جای برهان دارد، جای استدلال دارد، جای اقامه برهان است. یک بار نشد که وجود مبارک حضرت به این بت‌ها فحش بگه، با اینکه خب شما جای مقدس‌تر از کعبه دارید، هم قبله مسلمین است، متحاف مسلمون هاست، هم دو پیغمبر را ساختن. اینجا شده بتکده. حضرت فرمود این بتا کاری از اینا ساخته نیست، اینا اهل سمع و بصر اینا نیستن، اینا مشکل خودش رو نمیتونن حل بکنن. با این تقوا پیامبر جامعه را اداره کن، فحش بدی فحش میشنوی، این مشکل حل نمیکنن. تکفیر بکنی، تکفیری دیگری در راه است، غیر از خونریزی کار دیگه نیست. به صراحت از سوره مبارک انعام فرمود به این که لا تسب الذین یدعون من دون الله. ما یه کاری داریم، کار فقها و بزرگان فقهی ماست که این نصوص و ادله را جمع آوری کنند و جمع بندی کنند. اونا راه اجتهاد خودشون را آشنا هستن، وظیفه خودشون انجام میدن، دو در درس ها میگن، یعنی نص و ظاهر حکمش چیه، ظاهر و اظهر حکمش چیه، عام و خاص حکمش چیه، مطلق و مقید حکمش چیه، اصل و اماره حکمش چیه، همه اینا رو دارن درس میگن. اما کاری که به عهده ماست در انجام وظایف، کسانی که به عنوان مجمع جهانی اهل بیت کار میکنن، کسانی که در دار و تقریب کار میکنن، کسانی که مسائل امنیتی کار میکنن، اونا باید بین تولی و تبریک جز ارکان رسمی دین ماست و برقراری امنیت و حفظ دواء مسلمین که اون هم جز ارکان رسمی ماست، یه جمع اجتماعی بکنن، یه جمع سیاسی بکنن، یه جمع اجرایی بکنن. این کار فقهای ما تعیین شده است، این کاری که به دست من به یدهی امور هست اونم باید امنیتی بکنن. از این طرف تکفیر، از اون طرف تکفیر، از این طرف کشتار، از اون طرف کشتار، دشمنم که غیر از این نمیخواهد. لذا به وجود مبارک پیامبر فرمود مواظب باش. از طرفی کفار و منافقین در کمینه، از طرفی مرجفون در داخل رجفه و اراضی پخش بکنن. تو باید اون قله تقوا رو داشته باشی تا بتونی حکومت اسلامی تشکیل بدی. یا ایها النبی اتق الله یک ولا تطع الکافرین. یه وقت هست کسی پیشنهاد میده، خب پیشنهاد طرح هست و انسان مطالعه میکند، یا قبول یا نفور. اما یک کسی در صدد دسیسه است که آمرانه حکم بکند، هر کسی بخواهد به پیغمبر آمرانه حکم بکند برو در لسان دوستی کافره، برای اینکه پیغمبر که دیگه نمیتونه مأمور این آقا باشه، هر تابع حرف این آقا باشه که، یا کافر یا منافق.
اگر بخواد یه چیزی رو تحمیل بکنه بر پیغمبر. یه وقت هست میگه من عرضم اینه، نظرت حضرت عالی هرچه هست. خب این مشورت در حضرت یا میپذیره یا نمیپذیره. اما اون کسی که آمرانه دسیسه دارد و توقع دارد که وجود بارک پیغمبر از او اطاعت کند، این کافره، چه بفهمه یا نفهمه. برای اینکه معناش اینه که رسول الله باید از او اطاعت کند دیگر. اینه که این الکافرین و المنافقین یا ناظر است به کفار مکه و منافقین مدینه یا نه در داخل مدینه. اگر کسی آمرانه به حضرت یه مطلبی داره تحمیل میکنه، خب همین گفت دیگه، یعنی توقع داشته باشد به حضرت بگه من هر شما رو قبول ندارم، تو باید هر شما رو قبول داشته باشی. این برگشتش به کفر دیگه، چه بدانه چه ندانه. رضا فرمود اونایی که پیشنهاد میدن میگن ما عرضمون اینه، خب حضرت یا قبول یا نکول. اما کسی توقع داشته باشد حرف خودشو بر حضرت تحمیل بکنه و حضرت اطاعت بکنه از این، خب اینا هم کفر دیگه. فرمود ولا تطیعوا کافرین و المنافقین. در داخل مدینه همین سه گروه بودن و گروه های دیگری هم که ناشناخته بودن یا بعضی هم شناخته شدن، همون یهودی های بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، اینا اسلام آوردن، گروهی از اینها، نه همه اینها، و منافقانه زندگی میکردن. در چنین فضایی فرمود یا ایها النبی اتق الله. معلوم میشه این اتق الله غیر از اتق الله است که ذات حق دست الله به افراد عادی مثل ما میفرماید اتق الله. گرچه هر دستوری که بون حضرت میدهد برای ما هم الگوست، لکن فی رسول الله اسبتون حسنه، اما اونی که مخصوص حضرت است اون قول عالی است. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. چرا؟ برای اینکه اگر علم میخواهی پیش خداست، اداره جهان بر اساس مصلحت و حشمت بخواهید پیش خداست. ان الله کان علیما حکیما، اونم که مرتب داره وحی میده. و تبع ما یوحى الیک، اون که منبع علم با تو ارتباط داره، اون که منبع حشمت با تو ارتباط داره، تو کمبودی نداری، چی میخواهی که از جای دیگه بخواد بگیری. و تبع ما یوحى الیک من ربک، بعد هم مواظب باش هر کاری کردی تو به امتت، هر فکری اندیشه انگیزی داشته باشی خدا با خبر است و در محکم عدل باید پاسخ بدید. ان الله کان بما تعملون خبیرا. مستحضر کانه ای که در قرآن و روایات به ذات اقدس اله اسناد داده شدی منسلخ از زمان است. اگر به یک ادیب خبر بدی میگه این کانه از افعال ناقص است تو اسم خبر دارد، اما وقتی به حکیم بگی میگه این کانه حرف است نه فعل، یه جور دیگه معنا میکنه. تو کتاب های ادبی این فقط به ما میگن که اگر محمول مال موضوع باشه این اسناد حقیقت است، محمول مال موضوع نباشه این اسناد مجاز است. این تو ادبیات است، تو معانی بیان متفر امثال ذالک است. اما کدوم محمول مال کدوم موضوع است، این مال ادیب و ادبیات نیست، این رو باید برهان اون فن تشخیص بده. شما غالبا وقتی به کسی بگی آقا الانسان و موجودان رو ترکیب بکن، بگی الانسان مبتدا موجودان خبر. اما وقتی به حکیم بگی الانسان و موجودان ترکیب بکن، بگی الانسان خبر مقدم موجودان مبتدا مؤخر. بلکه هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه انسان است که موجود بشود. این کار ادیب نیست که بگه چی مبتدا چه خبر. ادیب فقط باید بگه که اونی که یوزه و اولن میشه مبتدا، ثم یحمل علیه اون میشه خبر. اما چی مبتداست چی خبر است، این صاحب اون رشته ها باید بگوید. این کانه را وقتی به ادیب بدیم میگه فعل ماضی است، دنبال گذشته است. ولی به حکیم وقتی بدیم میگه این کانه وقتی به ذات اقدس اله اسناد پیدا شد، گفتیم کانا له کذا و کذا، این منسلق از زمانه، این دیگه فعل ماضی نیست که بگیم خدا معذرالله سابقا اینطور بوده، مثلا حالا به آینده مثلا اینطور نیست. بر تقدیر این که فرمود خدای سبحان علیم حکیم است، او علم محض است، حکمت محض است، از کی میخواه اطاعت کنی؟ و این علیم محض و حکیم محض هم که مرتب با تو رابطه داره، رتب ما یوها الیکه. چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم را در همین سوره مبارکه احزاب با اون عظمت و جلال معرفی کرده.
آیه 45 و 46 همین سوره احزاب اینه که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو چراغی، تو نوری، تو مصباحی. دیگران باید از تو استفاده کنن. دنبال چی میگردن؟ نه توقع داشته باشن که تو حرف اینها رو گوش بدی، نه خود رأیی در قبال رأی شما داشته باشن، برای که تو چراغ دیگری بینو باید از نور تو استفاده کنم دیگر. حضرت تو در اون آیه 45-46 به این جلال و شکر رسونده. یا ایها الذین آمنو هم هست، برای که مسئله تأسیسات ارتش و نظامی اینها جنگ خبر مهمی است. لذا در این سوره این عناصر محوری کاملا مطرح است. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. چرا اتق الله؟ برای اینکه اون منشأ علم و حکمت است، اون مثبت. چرا لا تطع الكافرین؟ برای اینکه خدا منشأ علم و حکمت است، دیگران بیکاره. هم اون امر معلل است به علم و حکمت خدا، هم این نهی معلل است به علم و حکمت خدای سبحان. و تبع ما یوها الیک من ربک. این اتباع خب مسائل عادی تبعیتش آسونه، اما اون مسائل مهم و حساس، مثلا جنگ بدر که اولین جنگ است در مدینه اتفاق افتاده، ببینید هیچ وجه راه نظامی نداشت این جنگ، نه عده نه عده، برای اینکه اونا چند برابر مسلمان ها بودن، مسلمان ها تقریبا یک سوم اونها بودن یا کمتر. اونا با شتر و مرکبهای تندرو آمدن، اینا پیاده بودن. اونا با شمشیر آمدن، اینا با چوب و سنگ رفتن. اگه چند شمشیر داشته مسلمان ها. وجود بارک اسلامی سلام الله علیه دارد که در لیل بدر که اولین جنگ رسمی مسلمان ها و علیه کفار، یعنی دفاع رسمی بود، خب همه می لرزیدن. خب با چه بچی ما؟ با اینا بجنگیم چی داریم؟ ما به سربازان ما خرما میدیم، اونا به سربازاشون کباب شتر اینا میدن. ما نیرو نداریم در برابر اینا بجنگیم. خود چوب دستی با شمشیر چه میکنن؟ پیاده با سواره چه میکنن؟ وجود این باره که پیغمبر در اون شب تا صبح زیر یک درخت مشغول مناجات بود، گویا اصلا فردا جنگ نبود. این رو امیرالمومنین نقل کنه. حضرت از نزدیک مواظب بود، کار جماعتی بود. گویا اصلا ما شب عملیاتی نداریم، فردا گویا اصلا جنگ نیست. آرام آرام با خدا مراجعت میگن. و این قله تقواست دیگر. شما هیچ توجیه نظامی ندارید برای این دفاع. فرمود این کار را بکن. و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان ما تعملون خبیرا و توکل علی الله. این معنی ترکل. چون اونی که گفته از کشورت دفاع بکن، هم او دارد حمایت میکند. مگر ممکن است کسی در برابر ذات دین الهی بتونه قیام بکنه؟ بارها ملاحظه فرمودی این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه رو، که اگر کسی خدا اعلان کرده در برابر خدا قیام کرد، لازم نیست خدا از جای دیگه لشکرکشی بکنه. این به رواخار که فرمود فعزن و بهر من الله، یا تو بیان نورانی هست امیر در عهدنامه مالک که اگر کسی مظلومی را از حقش محروم بکنه کان هر بند لله، این جنگ با خداست. خب اگر کسی معصیت کرده در برابر خدا ایستاد، محارب الهی است، نه محارب حدودی، چون هر معصیتی به هر ربا خداست، اختصاص مثلا ربا نداره. حالا ربا یه معصیت کبیره است. اگر خدا خواست این زیدی که در برابر فرمان او میستد، این زید بگیرد، لازم نیست از جا دیگه لشکر کشی بکنه، که چون خود اعضا و جواره و جوانه زید سربازان الهی هست. فهود جواره حکم جنوده. انسان یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه امضایی میکنه رسوا میشه، یه جایی میره رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. لازم نیست که جای دیگه خدا سرباز کشی بکنه او رو بگیره. که بیان نورانی است در اینه که اگر خدا خدای ناکرده خواست کسی را بگیرد، با زبان او میگیرد، با دست او میگیرد، با پای او میگیرد. جواره حکم جنوده. خب اگه کسی باور کرد این مطلب را، باید بوته که کنه دیگه. هند به توکل علی الله،
و کفا بالله وکیلا. اون مقداری که از تو برمیاد به دوستانت، به زیر دستانت، به زیر مجموعت، اون مقداری که از شما برمیاد در راه صحیح قدم بردارید، بقیه رو به ما بسپرید. همین مقدارم که شما انجام میدید باز به عنایت الهی است. همینطور هم شد در مدینه. شما دیدید هیچ بر جهان پیروز شد. طول نکشید که مدینه اونها تسلیم شدن، حجاز تسلیم شدن، اطراف حجاز تسلیم شدن و نامه مبارک حضرت به دو امپراتوری شرق و غرب رسید. هر دو را حضرت همون یا میایید یا بیارمتون. همین حضرت. پس معلوم میشه اگر کسی بخواهد یه حکومت اسلامی، یه نظام اسلامی تشکیل بدهد، راهکارش مشخص است. نه بیراه برود، نه راه کسی را بندد. ادب اجتماعی را، ادب انسانی را، ادب مردمی را حفظ بکند، با بت پرست ها از راه برهان در بیفتد، به بت فحش دادن مشکل حل نمی کند. شما در هیچ جا ندیدید در آیات قرآنی که وجود داره که پیغمبران به این بت ها بد بگه. اونا که این متاف مسلمان ها رو، قبله مسلمین رو آوردن بت شده کردن، به اینا فحش بگه. خب این راه برقراری امنیت است، این داشتن یه حکومت است. ما که تو عالم تنها زندگی نمی کنیم که دورمون رو ببندیم، که ما یه مشکلات و مسائل ملی و محلی داریم، این رو باید عاقلانه حل کنیم. یه مشکلات منطقی داریم، باید عاقلانه حل کنیم. یه مشکلات بین المللی داریم. ما ایمو انسان‌های ملحد، ما ایمو انسان‌های مشرک. تو بخش سوم این رو باید حل کنیم. تولی و تبری با جمع بشه با مسئله امنیت. این کار یک کار سیاسی است، یک کار امنیتی است. هم دار تقریب بین مذاهب باید حل کنه، هم مجمع علمای شیعه باید حل کنن، هم امنیتی باید حل کنه. کارهای فقهی را مراجع و فقها و اصولیین دارن حل میکنن. اون کار اینه که بین ادله ما چگونه جمع بکنیم. نص و ظاهر داریم، ظاهر و ازهر داریم، عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، محکم و متشابه داریم، اصل اماره داریم. این کار فقهی است. اما اجراء تولی و تبری از یک سو و برقراری امنیت حفظ دماغ مسلم از سوی دیگر، این هم کمتر از جریان انرژی هستی نیست. شما پشت هم میشنوید تکفیری ها، اون هم پشت هم. خب همین آسون است. از این طرف ما هی سب بلند، از اون طرف هی کشتار. یه راه حل دارد یا ندارد؟ اگر وجود مبارک پیغمبر است، برهان اقامه کرده، فرمود از این چوب ها کاری ساخته نیست، از این بت ها کاری ساخته است، اما هیچ جا فحش نگفته، آیا این راه دارد؟ یا ما هر روز باید بشینیم قصه بخوریم میانمار اونقدر کشتن، پاکستان و بنگلادش اونقدر کشتن، عراق اونقدر کشتن؟ یه راه حل دارد یا ندارد؟ اگر این دین آمده برای برقراری امنیت ملی از یک سو، منطقی از سوی وسط، بین المللی از سوی دوم، یه راه حل دارد دیگر. تنها راه حل فقهی و اصولی نیست که حوزه علمی قوم حل بکنه. راه امنیتی است، راه مشورتی است، راه مذاکره است. دشمنم که در کمینه دیگه، دشمنم همین رو میخواد دیگه، چیز دیگه که نمیخواد که. ما فقط ناچار یه قدی گریه میکنیم، یه قدی افسوس میخوریم، یه مجلس ترحیم میگیریم. کار آسانی نیست. فرون تکفیری اینقدر شیعه ها رو کشتن، همین ناله کردن و افسوس خوردن و مجلس ترحیم گرفتن فقط کار ما شد. این آیه راه حل دارد یا راه حل ندارد؟ یقینا راه حل دارد. بله خب لعن کلیات هست. آن کلیات هم اونا قبول دارن هم ما قبول داریم. این کلیات رو اونم میکنن ما میخونیم. اما تطبیقش برای جزئیات شما میبینید یه وقت هست کسی میخواد کشور رو اداره کنه. سابقا هم همینطور بود. دو تا کشور با هم در حال جنگ بودن. این دو تا کشور که در حال جنگ بودن اگه ولیعهد یک کشوری میمرد اینا یه هفته آتش بس میگیدن بعدم میجنگیدن. ما ولیعهد عربستان میریم در کنار سفارتش شیعه پخش میکنیم. آخه این نه واجب است نه مستحب. و دلمون میخواد وقتی حجاج و معتمرین ما رفتن در عربستان برای اینا فرش قرمز این که نیست. خب این راه جهانی است. اونا با هم می‌جنگیدن وقتی می‌فهمیدن ولیعهد کشوری مرد یه هفته آتش بس بود بعدم می‌جنگیدن.
اما ما اینجا ولیعهد میبریم میریم جلوی سفارتش چینی پخش میکنیم. اینجوری این کارا رو میشه گرفت. اینا نه واجب است، نه مستحب است، نه معقول است، نه منقول است. چه دایی داریم آخه یه کاری بکنیم؟ بعد دلمون میخواد وقتی حاجی ها و معتمرین ما رفتن فرودگاه عربستان از اونا احترام بکنن. این همه جانبه است. غرض این است که کارهایی که حوزه های علمی داره میکنه، کار فقهی و علمی است، اینا سر جاشو محفوظه. اما اگه بخواد اجرایی بشه، هم و دست به هم بدن، یعنی هم مردم ملت ها با هم، هم مجمع جهانی اهل بیت، هم تقریب بین مذاهب، هم مسئولین امنیتی، همون کاری که با انرژی هستی میکنن ایران باید بکنن. ما چقدر شاهد باشیم فرونجا شعر کشتن، فرونجا شعر کشتن، فرونجا شعر کشتن، فرونجا شعر کشتن. پس فردا هم فاطمیه دوم است. خب ما خون به جگر ماست، میشنویم فرونجا یه شیعه ها رو شهید کردن. خب این که نمیشه، تا کی آدم اینجور دردها رو تحمل کنه؟ به هر تقدیر راه داره بالاخره. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والحمد لله رب العالمين.